اول جمادی الاولی سال روز صدور فتوای تاریخی تحریم تنباکو توسط مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسن حسینی شیرازی مشهور به میرزای شیرازی از مراجع تقلید وقت ساکن سامرا است. صدور فتوای مشهور میرزای شیرازی و عقب نشینی دربار و لغو قرارداد مذکور از جمله مهمترین مداخلات مراجع شیعه در تاریخ ایران محسوب می شود و نشان دهنده نفوذ و قدرت مراجع تقلید حتی در درون دربار و ساختار قدرت و عموم طبقات مردم ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علی اکبری. اول جمادی الاولی سال روز صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی است. جنبش تحریم تنباکو نقطه عطف مبارزات ضد استعماری مردم ایران است، به ویژه آنکه مردم به رهبری مرجعیت مستقل در برابر استعمار و استبداد ایستادند و به پیروزی رسیدند و پادشاه قاجار با عقب نشینی رسما شکست در برابر مردم و مرجعیت را پذیرفت. جنبش تحریم توتون و تنباکو و فتوای تاریخی میرزای شیرازی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر است. با صدور این فتوا جنبش عظیمی به راه افتاد تا آنجا که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه قلیانها را شکستند. جریان از این قرار بود که ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به اروپا در اثر ولخرجی‌های زیاد و عیاشی‌ها پولهایش تمام شد و چون دیگر پولی در وساط نداشت، امتیازی را در زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یکی از مشاوران و نزدیکان نخست وزیر انگلیس به نام ماجور تالبوت واگذار و در مقابل 25000 لیره دریافت کرد. مطابق این قرارداد کمپانی رژی باید سالانه 15000 لیره به صندوق دولت ایران واریز می‌کرد و در مقابل کشت و فروش توتون و تنباکو را در انحصار خود می‌گرفت، یعنی از زار آن ارزان می‌خرید و گران می‌فروخت. در جریان امضای این قرارداد عده‌ای از درباریان خصوصا امین السلطان صدر اعظم با دریافت رشوه‌هایی نقش ایفا می‌کردند. پیش از صدور فتوای اصلی تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران به امتیاز استعماری انحصار خرید و فروش تنباکو به کمپانی انگلیسی رژی بالا گرفته بود. میرزای شیرازی با ارسال تلگراف‌های متعدد به دربار ناصرالدین شاه ضمن اشاره به مضار و مفاسد اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آنها را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. در مقابل این قرارداد مردم شهرهای مختلف به رهبری روحانیت به مخالفت و مقابله پرداختند و جنبش‌هایی در شیراز به رهبری سید علی اکبر فالسیری، در تبریز به رهبری حاج میرزا جواد آقا مشتهد، در اصفهان به رهبری حاج شیخ محمد تقیه آقا نجفی که اولین بار حکم تحریم تنباکو را صادر کرده، و در تهران به رهبری میرزای آشتیانی برپا شد که با سرکوب دولت مواجه شد و عده‌ای از علما تبعید شدند. در این موقع سید جمال دینه اسد آبادی به پیشنهاد سید علی اکبر فالسیری که در تبعید بود نامه‌ای در این رابطه به میرزای شیرازی نوشت. بعد از ارسال نامه یاد شده میرزای شیرازی تلگرافی به نزد شاه فرستاده و میگوید کسانی را که تبعید کرده به کشور بازگرداند و در مورد قرارداد مخالفت خود را ابراز میکند. هرچند شاه قاجار به تلگراف میرزا پاسخ نداد، ولی برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزرا کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. با این حال میرزای شیرازی از توضیحات فرستاده شاه قاجار قانع نشد و تنها بر این نکته تاکید کرد که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد که دولت اگر از عهده جواب به اجنبی بیرون نتوان آید، ملت از جواب حسابی عاجز نیست، و در نهایت افزود دولت اگر از عهده بر نمی آید، من به خواست خدا آن را برهم می زنم. به همین خاطر میرزای شیرازی فتوای تاریخی خود را به این شهر صادر کرد. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. با صدور این فتوا جنبش عظیمی به راه افتاد تا آنجا که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه قلیانها را شکستند. این جریان ادامه یافت. در تاریخ 23 جمادی الاولی 1309 اعلانی در کوچه و بازار زده می شود که بر حسب حکم جناب میرزای شیرازی اگر تا 48 ساعت دیگر امتیاز دخانیت لغو نشود یوم آتیه جهاد است. مردم مهیا شوید. ناصرالدین شاه ابتدا قصد مقاومت داشت، اما در مقابل جنبش مردمی عظیمی که به راه افتاده بود مجبور شد ابتدا امتیاز داخل و سپس کل امتیاز را لغو کند. جنبش تحریم تنباکو و فتوای تاریخی میرزای شیرازی یکی از مهمترین نمونه‌های تاریخی است که نشان می‌دهد مراجع مستقل شیعه همواره مدافع حقوق مردم بوده و در برابر حاکمیت‌های استبدادی و استعماری در کنار مردم بودند. اتحاد و یکپارچگی ملی در حمایت از مرجعیت مستقل عامل اصلی پیروزی جنبش تحریم تنباکو بود. علی اکبری، اخبار شیعه.